دیروز در پشت صحنه لبخندهای شسته رفته جشن افتتاح سفارت آمریکا کشتار وحشیانه در نوار غزه در جریان بود که در اون بیش از 50 فلسطینی به ضرب مستقیم گلوله سربازان اسرائیلی کشته شدند و این تازه بجز کشتاری بود که اسرائیل از 6 هفته پیش تا الان برای به خاک و خون کشوندن کارزار راهپیمای بزرگ بازگشت در غزه راه انداخته بود. این جنایت جنگی در میان سکوت کرکننده رسانه‌های امپریالیستی اتفاق افتاد. امپریالیست آمریکا حفظ ظاهر رو هم کنار گذاشته، دیگه حتی در خود گزارش‌های رسمیش هم عبارت قلمروهای اشغالی، یعنی واژه‌ای که از 1967 به این طرف همه حکومت‌های آمریکا به کار می‌بردند و حذف کرده. کشتار خودسرانه اسرائیل با همدستی امپریالیست آمریکا رو باید با تمام قوا افشا و محکوم کنیم، اما این به تنهایی کافی نیست. مهمتر از این باید در 70 سالگرد تأسیس اسرائیل درس‌های سیاسی تاریخی حیاتی رو که برای خلاصی از نکبت ارتجایی صهیونیسم لازمه جمع‌بندی کنیم. راهپیمایی بزرگ غزه که 6 هفته طول کشید و دیروز میشه گفت به اوجش رسید، برخلاف چریکیسم فتح و تاکتیک‌های انتحاری حماس، جنبشی کاملاً از پایین بود که با بسیج 10,000 فلسطینی رنگ واقعیت گرفت. ظرفیت‌های اعتراضی مشابه این جنبش رو شاید فقط در انتفاضه اول بتونیم پیدا کنیم. با این حال این ظرفیت اعتراضی بزرگ به تنهایی کافی نیست. فقط با دخالت سازمان یافته نیروهای انقلابی که میتونیم مانع از این بشیم که صاف و حماس این جنبش بزرگ رو به بردگی برای امتیازگیری از همدیگه و از امپریالیست در پشت درهای بسته تبدیل کنند. جمع‌بندی مربوط به درس‌های تاریخی مبارزه با اسرائیل رو در این برنامه در 3 بخش ارائه میدم: فلسطین، ایران و اسرائیل. کشتارهای سریالی مردم غزه نشون میده که چرا حل مسئله فلسطین در چارچوب نظام دولت ملت سرمایه‌داری اساساً ناممکنه. راه حل دو دولت همیشه فقط یک داستان سیاسی تخیلی بوده تا سیاست‌های وحشی امپریالیسم توی فلسطین رو بزک کنه. رشد بی‌وقفه شهرک‌سازی‌های اسرائیلی و ایجاد کمربندهای امنیتی در کرانه باختری نشون میده که امپریالیسم حتی به قواعد و قوانین مصوب خودش هم تن نمیده. راهپیمایی غزه نه فقط انعکاس اراده فلسطینیان در برابر اسرائیل بود، بلکه در عین حال انعکاسی بود از ریزش توهم توده‌های فلسطینی به ظرفیت‌های دولت فاسد بورژوایی حاکم بر اونها. همه جناح‌های سیاسی دولت بورژوایی فلسطین از فتح تا حماس امروز بی‌اعتبار شدند. اما هنوز که هنوزه و امروز شاید بیش از هر زمان دیگه، غیاب یک نیروی سیاسی مترقی در معادلات مبارزه فلسطینی‌ها با اسرائیل احساس میشه. خیانت‌هایی که گروه‌های خرد و بورژوایی مثل فتح کردن از یاد فلسطینیان نمیره. نیروهایی که به یمن سیاست‌های استالینیستی شوروی اون زمان به عنوان انقلابی به مردم خاورمیانه غالب می‌شدن، نه فقط با قاتلان فلسطینیان صلح کردن که بلافاصله خودشون تبدیل به پلیس اسرائیل در مناطق فلسطینی شدن. همکاری تنگاتنگ امنیتی و پلیسی صاف با اسرائیل که جزء بندهای مهم قرارداد صلح عرفات با اسرائیل بود، باعث دستگیری و شکنجه هزاران فلسطینی معترض در مناطق خود گردان شد. شکنجه از طرف کی؟ نه از طرف اسرائیل، بلکه از طرف سازمان به اصطلاح آزادی بخش فلسطین. و این تازه بجز بازداشت‌های سلیقه‌ای که این سازمان برای تسویه حساب‌های سیاسی رقیباش در مناطق خود گردان انجام داده بود. از نظر اقتصادی هم علاوه بر موانعی که اسرائیل برای عقب مانده نگه داشتن مناطق فلسطینی ایجاد کرده، استثمار فساد، اختلاس و رشوه‌گیری‌های گسترده در دولت بوروکراتیک حاکم بر مناطق خودگردان مردم را به شدت مستحصل و درمونده کرده. فلسطینیان سال‌هاست که دیگه توهم به ناسیونالیسم خرد و بورژوایی سازمان فتح ندارن و چون این توهم ریخته بود، در چنین شرایطی بود که خلأ رهبری رو یک نیروی ارتجایی دیگه به نام حماس پر کرده. برای اینکه تصویر درستی از نقشی که حماس توی این خلأ مشروعیت ایفا کرده داشته باشیم، باید به ریشه‌های شکل‌گیری حماس بپردازیم. اگه قدرت‌گیری سازمان آزادی بخش فلسطین زائیده سیاست‌های استالینیستی بود که بعدتر به آشتی با امپریالیسم رسید، حماس و سازمان مادرش یعنی اخوان المسلمین مستقیما زائیده خود امپریالیسم بودند. شکل‌گیری نطفه‌های اخوان المسلمین به اواخر دهه 20 میلادی در مصر برمی‌گرده. اون زمان امپریالیسم بریتانیا برای توی مصر این گروه مذهبی تازه تأسیس رو تقویت کرد. مانیفست و هدف سیاسی اخوان تشکیل یک خلافت اسلامی بود به عنوان جایگزینی برای خلافت اصلا پاشیده عثمانی، به طوری که بتونه تمامی سرزمین‌های اسلامی رو زیر پرچم یک دولت واحد متحد بکنه. امپریالیسم بریتانیا با پشتوانی از اخوان چندین
هدف رو همزمان دنبال میکرد. اولا اعتبار مذهبی اخوان و خلیج پادشاهی مصر که موجی سیاست‌های بریتانیا بود میکرد، ثانیا اخوان المسلمین رو برای مهار سهم‌خواهی بورژوازی ملی مصر که اغلب سکولار بودن جلو میانداخت سالسن، و در نهایت با تقویت ایده تشکیل یک خلافت واحد در خاورمیانه نفوذ خودش رو در سراسر کشورهای اسلامی گسترش میداد. در این طرف صحنه اخوان المسلمین با بسیج توده‌های فقیر و ایجاد شبکه‌های مذهبی و سیاسی در مساجد عضو می‌گرفت. این گروه خیلی سریع شاخه‌هایی رو در سایر کشورهای خاورمیانه هم تأسیس کرد. با این حال اخوان تا پیش از جنگ جهانی دوم هنوز یک گروه حاشیه‌ای در صحنه سیاست منطقه محسوب می‌شد. بعد از جنگ جهانی دوم خاورمیانه شاهد ظهور جنبش‌های اعتراضی و کارگری و رواج ایده‌های چپ و کمونیستی بود. با این حال سیاست‌های استالینیستی شوروی این ظرفیت اعتراضی رو به پای تقویت حکومت‌های بورژوایی ناسیونالیسم می‌کرد. به کمونیست‌ها این فرمان داده می‌شد که به جای سازماندهی مستقل کارگری برای تسخیر دولت، به حمایت از بورژوازی ملی به استرام مترقی بپردازند. در ایران مصدق، در مصر ناصر، در سوریه و عراق احزاب بعثی و بعدتر در لیبی قذافی. در عوض آمریکا مهره کلیدی خودش رو توی قامت اخوان المسلمین پیدا کرد. اخوان المسلمین که این روزها خودش رو دشمن خونی عربستان سعودی نشون میده، در اون زمان روابط تنگ و تنگی با عربستان داشت و عربستانی ها مهمترین تأمین کننده مالیش بودن. دهه 70 دوره رشد سریع اخوان المسلمین بود، چرا که شکست اعراب از اسرائیل در سال 67 دبدبه ناصریسم و ناسیونالیسم عربی رو در هم شکسته بود. اخوان المسلمین با استفاده از شعارهای مذهبی بر موج نارضایتی ها سوار می شدن و خودشون رو به عنوان آلترناتیو جا می زدن. بعد از ریزش پایه های توده ناسیونالیسم عرب در منطقه، اسلام گرایی به ایدئولوژی اصلی خرد بورژوازی عرب بدل شد. قلب و غم کمونیست های انقلابی از طرف رژیم های ناسیونالیسم عرب که با چشم برگردوندن شوروی اتفاق افتاد، فضای یک تازه اخوان المسلمین رو بسیار راحت تر میکرد. در حالی که فقر و فساد و تبعیض خاورمیانه رو در خودش غرق کرده بود، اخوان المسلمین با ایجاد شبکه‌های مذهبی و سیاسی در مساجد اقدام به جذب هوادار و عضو از فقیرترین اقشار روستایی میکرد. اما در واقعیت تکیگاه اصلی این گروه همیشه ثروتمندترین تجار و کاسبکاران اسلامگرا بودند. شاخه‌های اخوان المسلمین در کشورهای مختلف هم هر کدوم بسته به شرایط اون کشور فرصت قدرتگیری رو در لحظات متفاوتی تجربه کرد. در حال حاضر اخوان المسلمین تنها در دو کشور قدرت رو در دست داره، در ترکیه حزب اعتدال توسعه و حماس در نوار غزه. شاخه فلسطینی اخوان یعنی حماس به عنوان یک گروه سیاسی و رسمی در اواخر دهه 80 میلادی اعلام موجودیت کرد. در 1988 انتفاضه که یک جنبش شهری و توده‌ای بود به طرز بی‌سابقه همه مناطق فلسطینی رو به سرعت در نوردید. پایه‌های این جنبش برخلاف جنبش چریکی صاف و سایر سازمان‌های مشابه عمدتاً کارگران شهری بودند. درست در لحظه اوجگیری انتفاضه، حماس که ملغمه ای از اسلامگرایی و ناسیونالیسم بود با اعلام موجودیتش سعی داشت انرژی توده‌ها رو به سمت مذهب بکشونه. در یک طرف صحنه حماس با مقامات اسرائیلی مذاکره میکرد و در طرف دیگه صحنه در میثاق نامش یهودی ستیزی رو ترویج میکرد. میگفت دنیا رو یهودی‌ها اداره میکنن، انقلاب فرانسه و کمونیسم و همه اینها توده‌های یهودیاست. حماس از همون ابتدا هدفش رو تأسیس یک دولت تماما اسلامی در مجموع نواحی اسرائیل و فلسطین اعلام میکرد و در تمامی تبلیغاتش با همسان گرفتن صهیونیسم و یهودیت، جنگی که ماهیتاً سیاسی و طبقاتی بود رو به یک جنگ مذهبی ارتجاعی بدل میکرد. این تبلیغات حماس برای مبارزه‌ای که باید با اتحاد کارگران و زحمتکشان فلسطین و اسرائیل پیروز میشد، در واقع در حکم تأسیس یک دژ دفاعی برای اسرائیل بود. در طول دو دهه گذشته حماس همواره با سوار شدن بر موج متراکم نارضایتی از فرصت طلبی ها و سازشکاری های فتح سعی میکرد خودش رو به عنوان آلترناتیو جا بزنه و با انجام ترورهای پراکنده علیه اسرائیل برای خودش حمایت توده‌ای جلب بکنه. دو نیروی ارتجاعی حماس و فتح موفق شدن انتفاضه‌ای رو که در سال 1988 یک جنبش موفق توده‌ای علیه اسرائیل بود رو تبدیل به رقابت کور و پراکنده مسلحانه بین خودشون بکنن. نتیجه اون هم شد که زیر رگبار این دو جناح صدها فلسطینی کشته شدن. فرصت طلبی های حماس برای تأمین مالی اعضاش این گروه رو هر روز به زیر عبای یک نیروی ارتجاعی کشون. یک روز عربستان سعودی، یک روز آمریکا، یک روز ایران، یک روز سوریه و یک روز هم قطر.
اون وقت حماس ادعا میکنه که سر اساس اشکاری و صلح با اسرائیل نداره و مدافع مبارزه مسلحانه است. اما تمامی سیاست های این گروه از حملات تروریستی به غیر نظامیان گرفته تا راکت پراکنی ها و ترقه بازی های بی حاصل در مناطق مرزی که معلومه چیزی جز مانورهای تبلیغاتی نیست، تا ترویج یهودی ستیزی و حمایت های فرصت طلبانش از امپریالیسم، نشون میده که این گروه بجز تأمین مالی و تثبیت قدرتش در غزه هدف دیگه‌ای نداره. در واقع بعد از اینکه انرژی اعتراضی فلسطینیان برای چندین و چند دهه توسط ناسیونالیست خروجی فتح به محاق رفت، الان حدود یک دهه است که غزه زمین بازی نیروهای ارتجاعی دیگه به اسم حماس شده که مبارزات مردم رو به بیراهه میکشونه. بعد از تحلیلی که راجع به حماس کردیم، حالا نوبت به جمهوری اسلامی میرسه. نیروی ارتجاعی دیگه‌ای که از دل امپریالیست ساده شده تا انقلاب 57 رو به محاق بکشونه. جمهوری اسلامی بعد از کشتار مخالفانش و تثبیت قدرتش، سالها با تقویت حماس و حزب الله هم فلسطین و هم لبنان رو زمین و بازی کثیف تأمین منافع خودش کرده. سرکوب و چپاولی که سرمایه‌داری جمهوری اسلامی از ابتدای تأسیسش در داخل کشور به راه انداخت، در کنار تأمین تسلیحاتی و مالی حماس، کار رو به جایی رسوند که حتی در مترقی‌ترین اعتراضات شهری هم صدای کارگران در اومده و اعتراض می‌کنن که پول ما رو به غزه نفرستید. در این میان اپوزیسیون دست راستی هم با سلطه رسانه‌ایش مثل آمد نیوزها و منوتوها از این آب گلالو تا تونسته ماهی گرفته. اینجاست که اینها ترامپ و نتانیاهوی قصاب رو به عنوان قهرمانان آزاد کننده ایران جا میزنن و در این مسخ شدگی به اسم مردم رسما طلب جنگ میکنن. در فضای سیاسفید و هر دو سر ارتجاعی که هم در ایران جمهوری اسلامی اپوزیسیون اینا و هم در فلسطین بین فتح و حماس و هم در اسرائیل به وجود اومده، صدای سوم به سختی شنیده میشه. ولی در این حال همین فضای دوگانه است که وظیفه ما رو به عنوان کمونیست های انقلابی در یکی از کشورهای کلیدی و استراتژیک خاورمیانه یعنی ایران خطیرتر و مهمتر میکنه. چون ما فقط با یک حکومت در درون مرزهای ایران مبارزه نمیکنیم، بلکه با نیروی مبارزه میکنیم که سهم چشمگیری در تقویت حکومت های ارتجاعی منطقه داره. در این حال ما برای یک آلترناتیو صرفا ملی هم مبارزه نمی کنیم. ما با یک نظام جهانی مبارزه می کنیم و تنها راه رهاییمون هم در اتحاد همه کارگران و زحمتکشان منطقه برای خلاصی از شر سرمایه‌داریه. کسی در ظرفیت اعتراضی فلسطین یا ایران تردیدی نداره، اما خیلی ها ظرفیت اعتراضی اسرائیل رو زیر سوال می برن. مهمترین نکته ای که در کشتار اخیر اسرائیل باید در نظر داشته باشیم اینه که این کشتار ناشی از تضادهای عمیق دولت سرمایه‌داری اسرائیل و تشدید بحران‌های داخلی شد. رژیمی که وادار میشه به چنین سطح کثیفی از جنایت دست بزنه، بیش از اینکه اقتدارش رو نشون بده، بی‌ثباتی و شکنندگی ذاتی شده نشون میده. اسطوره صهیونیسم وعده میداد با ایجاد یک دولت یهودی در دل فلسطین، اون هم به ضرب کوچ اجباری 750 هزار فلسطینی، یهودیان میتونن بعد از هولوکاست طعم صلح و امنیت رو بچشن. اما این اسطوره امروز دیگه نخنما و رسوا شده. توسعه طلبی صهیونیست در واقع جمعیت اسرائیل رو از ملت تحت ستم سابق به یک ملت ستمگر نو بدل کرده. دولت سرمایه‌داری اسرائیل که تا گردن در فساد فرو رفته و از همه طرف در چنبره تضادهای اجتماعی، هر روز سرعت و شدت سرکوب و جنگ افروزی‌هاش رو بیشتر می‌کنه. جالب بدونیم که جامعه اسرائیل بعد از آمریکا نابرابرترین کشور در بین کشورهای عضو سازمان همکاری توسعه اقتصادی. آمار فقر در اسرائیل تقریبا دو برابر متوسط این سازمان و یک سوم کودکان کشور در فقرن. از اون طرف اما میلیاردرها و ابرسرمایه‌دارانی هستند که از قبل صادرات و کنترل احزاب سیاسی مهم دارایی‌های نجومی به دست آوردند. درست همونطوری که چند ماه پیش در شورش‌های تقریبا همزمان ایران و تونس و باقی منطقه دیدیم، تداوم اعتراضات میتونه شرایط رو برای خیز دوباره مبارزات طبقاتی در اسرائیل هم آماده بکنه. کما اینکه اواخر سال پیش شاهد اشغال کارخانه و اعتراضات کارگری علیه اخراج‌های فلی کارگران صنایع داروسازی تیوا که بزرگترین تولید کننده داروهای عمومی جهان بودیم. علاوه بر اون یک اعتصاب سراسری نیمروزه در بخش خصوصی و دولتی اسرائیل سازماندهی شد. حالا بعضیا میگن که حتی این اعتراضات و اعتصابات هم هنوز ثابت نمی‌کنه که کارگری اسرائیل غرق در ناسیونالیسم و شوونیسم نباشه. بهترین گواه برای این استدلال نشون دادن کارزاری که یک سری از سربازهای فراری اسرائیل به راه انداختن و توی ویدیوهاشون تمرد کردن. سربازهای اسرائیلی از حضور در ارتش و سرپیشی از دستور شدید به فلسطینی‌ها رو تبلیغ می‌کنن. به بن‌بست خوردن صهیونیست در واقع تجلی شکست همه جنبش‌هایی که حل مسئله بنیادی طبقه کارگر رو تابع چشمانداز ناسیونالیست میکنن.
درست مثل همون سرنوشتی که جنبش‌های ناسیونالیستی عرب دچار شدن. راه پایان دادن به خونریزی، سرکوب، ارتجاع و جنگ همگیش دستمایه دولت سرمایه‌داری اسرائیل در 70مین سالگرد تأسیسشه فقط در یک چیز نهفته است: مبارزه متحد کارگران و زحمتکشان عرب و یهودی علیه سرمایه‌داری، مبارزه برای محو مرزهای ملی منطقه، یعنی مبارزه برای سوسیالیسم، ایجاد یک فدراسیون سوسیالیستی داوطلبانه خاورمیانه متشکل از یهود و عرب و کرد و ترک و فارس و بلوچ و افغان و غیره، فدراسیون سوسیالیستی که گام مهمی برای رسیدن به نظام جهانی سوسیالیستیه. سوسیالیسم تنها راه نجات از منجلاب فعلیه، تنها راه تحقق حق تعیین سرنوشته، تنها راه تضمین حقوق دموکراتیکه، تنها راه دستیابی کامل به حقوق زنانه، تنها راه خلاصی از شر ستم ملی و فراتر از اون تنها راه برنامه ریزی دموکراتیکه، منابع برای جهش از روی عقب ماندگی هامون و رفع نیازهای فوری و فوتی و بهبود وضعیت معیشتیه. پیش به سوی همبستگی عملی با اعتراضات مردم فلسطین، پیش به سوی ایجاد اعتصاب عمومی در اسرائیل و مناطق اشغالی، پیش به سوی مسلح کردن مردم فلسطین، چون اگه تو دستهای مردم فلسطین به جای سنگ سلاح گرم باشه اون وقت خواهیم دید که اول از همه خود فتح و حماس و سایر نیروهای فرصت طلبانه رو کله پا میکنن، پیش به سوی تدارک جبهه سوم انقلابی علیه دولت‌های بورژوایی حاکم بر فلسطین و اسرائیل، در حالی که امپریالیست آمریکا از همین اکنون مانع اجرای تحقیقات مستقل درباره کشتار اخیر غزه شده، ایجاد یک کمیسیون تحقیق و تفحص مستقل متشکل از نمایندگان سازمان‌های کارگری و سازمان‌های مستقل حقوق بشری فلسطین، اسرائیل و باقی جهان با هدف تحقیق درباره کشتار تظاهر کنندگان و محاکمه عاملین و عاملینش ضروریه. و در آخر پیش به سوی ایجاد کمیته‌های عمل دموکراتیک برای کمک به سازماندهی و محافظت از تظاهرات مشترک کارگران و زحمتکشان یهودی و عرب، اسرائیلی و فلسطینی علیه اشغال، جنگ، شهرک سازی‌ها و فقر و نابرابری.